فرخنده یک سال پیش در قلب کابل به اتهام سوزاندن قرآن از سوی گروهی از مردان خشمگین کشته شد. اینجا شماری از فعالان عرصه حقوق زن و نیز مردم گرد آمدند و یک بار دیگر از بیدادگری در برابر فرخنده اعتراض می کنند. از امون روز اول اگر آمنی رسلی قتل فرخنده دستگیر رو به جزای اعمال خود می رسید، باز ملت ما دوباره شاهد فاجعه‌ای هولناک رخشانه و تبسم و ده ها مورد خشونت عیانی دیگر از زنانه می بود. در اینجا در پیوند با افزایش خشونت ها در برابر زنان سرودهای نیز سر داده می شود. در همین حال گروه چگونگی زجرکش شدن فرخنده و نیز فیصله دادگاه را به گونه نمایدین نمایش می دهند. 16 سال و 10 سال محکوم به حبس می کند. در جایی که مردان خشمگین جسد فرخنده را آتش زدند، بنایی برپا شده است و این بنای یادمانی نیست در نخستین سالگرد کشته شدن فرخنده پرده برداری می شود. نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در این مورد برخورد سلیقوی کردند و دوسیه را آن چون که لازم بود رسیدگی عادلانه و منصفانه نکردند. در این مراسم شماری از فعالان عرصه حقوق زن از بیرون از کشور نیز حضور دارند و برای فرخنده خواهان عدالت هستند. در تمام دنیا زنای فعال اومدن و اعتراض کردن و گفتن که همراه زنای مبارز افغانستان هستن. من امیدوارم این آخرین جنایت باشه. فرخنده دخترم است. بی حجاب آمد. چرا شما ساختنده؟ ما چرا شما خیری که مردم بی عقل جاید شما مسکره و تفنگا سرشونه شما چرا از فرخنده دفاع نکرده؟ از آن رویداد یک سال میگذرد اما هنوز هم پرونده فرخنده میان دادگاه و نویسارانانی مانده است. رئیس جمهور یک بار دیگر خواهان بازنگری پرونده فرخنده شده است. دیده شود که قاتلین فرخنده مردانی که فرخنده را به گونه وحشیانه کشتند و سوختاندند به کیفر خواهند رسید. چکینا برنکه کلونیو کابل.